دکتر انور الله اهلی رئیس جبهه ملی نوین کارکردهای حکومت وحدت ملی را ناکام می‌خواند و اظهار می‌دارد جامعه جهانی باید در دور آینده زمینه انتخابات شفاف را به وجود آورد تا مردم کسی را که می‌خواهد به عنوان رهبر تعیین کنند. اهدی همچنان می‌گوید در انتخابات بعدی ریاست جمهوری یکی از نامزدان خواهد بود. دکتر انور الحق اهدی رئیس ائتلاف سیاسی جبهه ملی نوین افغانستان که به ایالات متحده آمریکا سفر کرده است و مقام‌های وزارت امور خارجه و شورای امنیت این کشور در رابطه به مسائل افغانستان گفتگو کرده است. آقای اهدی اظهار می‌دارد در این گفتگوها در مورد استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و همچنان مشکلات رهبری در افغانستان با مقام‌های آمریکایی صحبت کرده است. شکر. بسم الله الرحمن الرحیم. البته من می‌خواستم که بعد از اعلان استراتژی جدید این یک تحول کلانی به ارتباط افغانستان است و می‌خواستم بعضی موضوعات را با مقام‌های حکومت آمریکا بحث کنم. بحث داشتم در وزارت دفاع آمریکا با معین پالیسی و بحث داشتم در دیروز با همراهی شورای امنیت از مامورین شورای امنیت و چند دقیقه بعدم یک مجلس دارم در وزارت خارجه امریکا. پیغام عمده ما یا بحث عمده ما است که از یک طرف این موقف امریکا که خروج قوا مربوط به حالت امنیتی افغانستان باشه، این کمک میکنه دولت افغانستان، کمک میکنه حکومت افغانستان. پوینت ما یا پیغام ما این است که امریکایی باید حکومت و دولت یک چیز در نظر نگیرن و این حکومت وحدت ملی را ناکام خوانده و تاکید میکند که در دور آینده انتخابات باید جامعه جهانی زمینه انتخابات شفاف را به وجود بیاورند تا کسی را که مردم میخواهد برنده شود و از تقلب در انتخابات جلوگیری گردد. با وجودی که همه یا یک تعداد زیاد مردم طرفداری است که کمک‌های امنیتی با امرای دولت افغانستان صورت بگیره، ولی ما می‌خوایم این پوینت این نقطه را برای اینا واضح بسازم که حکومت افغانستان از محبوبیت مردم برخوردار نیست، یک حکومت بی‌کفایت و غیر مؤثر است و یک حکومت است که فساد در اوج فوق العاده زیاد است و دمو اهداف که برای خود تعیین کرده بود و کلش ناکام مانده که این به ارتباط انتخابات باشه یا به ارتباط تغییرات در ساختار حکومت باشه، به ارتباط به کلش ناکام مانده و حکومت امریکا باید این درک کنه که اگر افغانا از کمک اینا تقدیر میکنه، این به معنی نیست که افغانا این را میخواهد که حکومت امریکا با حکومت موجوده با رهبری موجوده اینا یک تعهد قوی تری داشته باشه. نه، امید ما ایست که بعد از ختم این دوره این حکومت پنج سال وقت مردم افغانستان ضایع کرد و ما به این صورت نمیخوایم که پنج سال دیگه وقت مردم افغانستان ضایع شود و میخواستیم که حکومت امریکا و مردم امریکا این موضوعات را درک کنند. او بر این باور است که افغانستان دچار مشکل رهبری است و در صورت به وجود آمدن رهبری سالم مشکلات این کشور مرفوع خواهد شد. به گفته او در موجودیت حکومت کنونی افغانستان امکان رفع چالش های وجود ندارد. او همچنان حکومت را در مبارزه با فساد اداری ناکام میخواند. خب بقیده ما کلانترین مشکل در افغانستان موضوع چیز است، رهبری است، لیدرشپ است و لیدرشپ در یک جامعه دموکرات که قرار است بر اساس قانون ما جامعه دموکرات باشیم ولی در عمل متاسفانه که انتخابات شفاف نمی باشه. اما اگر انتخابات شفاف شود ما تغییر رهبری را از رای انتخابات شفاف می خواهیم. ما فکر می کنم که دونرای ما، دوستای ما اینمی کمک با ما کنن که مانع تقلب انتخابات از طرف حکومت شون، انشاءالله مردم افغانستان رهبری خودشان تعیین خواهد کردن و مشکلات خود حل کرده میدن. مشکلات افغانستان یعنی مشکلات تو نیست که حل نداره، مشکلات ما مشکلات رهبری است و انشاءالله با تغییر رهبری این مشکلات حل شده میدن، چی اقتصادی باشه چی حکومتداری باشه. خصوصا مشکلات حکومتداری ما از رای تغییر رهبری حل
حل شده میدانه و امید است که به مرور زمان مشکلات امنیتی هم رفع شود، ولی ما باورم نمیه که حکومت این توانمندی را داشته باشه که این مشکلات مردم افغانستان رفع کنه، برعکس متاسفانه که در موجودیت این حکومت مشکلات مردم افغانستان روز به روز زیاد می شود. دکتر احدی در مورد ائتلاف نجات به رهبری جنرال دوستم عطا محمد نور و محمد معقق می گوید باید دیده شود که این ائتلاف چقدر پایدار بوده و چگونه موضع گیری های خواهند داشت. او همچنان از برخورد حکومت با جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری انتقاد می کند. خب باز خواهش ها اونا دارن که قبل از انتخابات موضوعات هست، مثلا معاون صاحب دوستم اونا میگه که مصالحت ما برای ما داده نشده، به صورت غیر قانونی ما از صحنه دور شدیم. البته او گفتای و خواستای خودشان است و در این قسمت لاقل حق به جانب ما هست که یا باید به صورت قانونی دور میشد و یا هم لاقل کسی او را از وظیفهش دور نمیکرد. فعلا تقریبا اینا در حالت حکومت با امرایش طوری معامله میکنه مثل که یک کسی در حالت تبعید باشه، در حالی که حالت تبعید حتی به یک شهروند عادی افغانستان حکومتی حق نداره که یک شهروند عادی افغانستان خارج از کشور تبعید کنه، حتی در داخل هم حق نداره. موضوع تبعید از بین رفته بر اساس قانون اساسی ما. باز چی که در قسمت معاون اول که بالفعل اونا تقریبا در حالت تبعید بوده چند وقت، طبعا حکومت در قسمت وظیفه خود اجرا نکرده. خب او وقت کنا پس می آین این پتانسیل می اتحاد مهم است، به معنی ای که بله ای سه نفر تقریبا از سه قوم کلان نمایندگی می کنه و طرفدار دارن، ولی ما امید ما ایست که به جایی که به مو امتیازاتی که در سال آینده برای اینا سرشان گپ می زنن، اینا بیشتر راجع به موضوعات ملی که باید در انتخابات آینده مطرح شود و یک اتحاد کلانتر اقوام و شخصیت های عمده بمیان بیاید تا اگر خدا خواسته باشه ما از بالای امی حکومت بکفایت خلاص شده بتانیم. در اون صورت یک پتانسیل داره اونا، ولی دیده شده که اتحادشان چقدر پخته هستک و دیگه ای که در راجع به انتخابات اونا چی موضع گیری میکنن. وی که در گفتگوی اختصاصی با نظیر عظیم کریمی خبرنگار آزاد صحبت میکرد گفت که طرفدار صحبت های قومی بودن جنگ افغانستان نیست. احدی همچنان از نامزدیش در انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان خبر می دهد. ما فکر نمی کنم که یک بحث یک تحلیل بسیار خوبی باشه و بسیاری مردم نظریات خود از هر طرف دادن و نظریات مثبت نبودن، از هیچ کس مثبت نبوده که ما جنگ افغانستان به اصطلاح قومی بخوانیم و یک کم او را مشروعیت بدیم. ما بیشتر سریع و قدر صحبت نمی کنم بخاطر که دیگرام صحبت کردن، ما خودم طرفداری بله. این سیاستمدار افغانستان ابراز امیدواری میکند که چالش‌های امنیتی در افغانستان باید با بکرگیری راهکارهای سیاسی حل شوند. نقش شما در دولت آینده چی خواهد بود؟ یا تا آخر همطور در پست اپوزیسیون یا مخالف میمانین؟ خب بعضی حکومت فعلی خو قدر وقتم نماده و من هیچ قصد نسابق داشتم و نهال دارم که در حکومت شامل باشم. در انتخابات آینده امید است که ما نقش عمده داشته باشیم، امید است که نقش کلیدی و رهبری را داشته باشیم، ولی البته این مربوط به شفافیت انتخابات است و مربوط به خواست مردم افغانستان است. خدا کنه که ما رای مردم افغانستان به دست آورده بتانیم و به پیش بریم. یکی از کاندیدان احتمالی خواهد بودین به پست ریاست جمهوری؟ انشالله. بسیار تشکر. گود لک گفتی امریکایی، موفق باشین. تشکر. چانس خوب. بینهایت تشکر دکتر صاحب.